شالوم بر تو ایران، شالوم بر تو افغانستان، شالوم بر تو تاجیکستان. شالوم خداوند ما عیسی مسیح با تک تک شما عزیزان باشه. خدا جلالش رو از طریق شالوم تو نمایان میکنه تا همگان بدانن خدای ما خدای بدبختی و گریه و ناله و مصیبت و زیاد نیست، خدای ما خدای سلامتی و امنیت و برکت و شفا و آرامیه. شما برای شالوم فراخوانده شدید، وارث شالوم باشید. شما برای برکت فراخوانده شدید تا وارث برکت باشید. مس خدا با دانشگاه و میز و نیمکت نمیاد، مس خدا در حضور خدا و قلبی که برای درد میتپه، خدا تو رو مس میکنه که ابزاری بشی، شفا از طریق تو جاری بشه. خدای من زنده است، امید من زنده است، حکم من زنده است، منجی من زنده است، ولی من زنده است. پسر خدا عیسی آمد تا اعمال ابلیس رو باطل کنن، آمین. و من و تو نیز اقتدار داریم که اعمال ابلیس رو باطل کنیم، آمین. تمام نقشه‌ای رو باطل کنیم، آمین. تمام افکار رو باطل کنیم، آمین. ما این قدرت رو داریم، نه فقط برای خودم و زندگی خودم، بلکه برای سرزمینم، برای خانواده‌ام، برای طایفه‌ام، برای محله‌ام. من میتونم در مسیح تاثیرگذار باشم. در ثبت خداوند شفا هست، در ثبت خداوند قوت هست، در ثبت خداوند آزادی هست و تو داری در این شفا و آزادی زندگی میکنی. هر چیزی که تو لازم داری که باشی، آن چیزی که خدا میخواد باشی، تو داری. امروز روز توست، امروز روز ماست، امروز آنانی که از راه دور با ما هستن.
خدمت تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. به خانه خداوند خیلی خوش آمدید. همه ما جمع شدیم یک شنبه ها، معمولا روز سبت خداونده، روزی که تمام ایمانداران از سراسر دنیا در خانه خداوند جمع میشن به یاد رستاخیز عیسی مسیح، به یاد روزی که عیسی مسیح از مردگان برخاست و کلیدهای مرگ و تباهی رو در دست گرفت و قدرت شیطان رو شکست. نه؟ اگر مسیح از مردگان بر نمیخواست، اگر رستاخیز نبود، تولد او هم در زندگی ما نمیتونست کاری انجام بده. اما خداوند شکر میکنیم که ما تجسم خداوندی رو هم جشن میگیریم که به تمام وعده‌هاش عمل کرد. خداوندی که کلیدهای مرگ و حیات تو دستشه، خداوندی که جسم پوشید اومد در عیسی مسیح روی زمین تا از دردهای من و تو با ما صحبت بکنه، تا نشون به ما بده تو این دنیای فریب خورده، تو این دنیایی که در گناه و تاریکی سقوط کرده، به عنوان یک انسان چطوری من و تو میتونیم زندگی بکنیم. نه، عیسی مسیح به این دنیا اومد نه فقط ما رو نجات بده، تا راه حیات رو نشونمون بده، تا نشونمون بده چطوری ما میتونیم زندگی بکنیم. نه، یک الگو باشه برای امروز من، برای امروز تو، که چطوری میتونیم یک انسان کامل باشیم. آمین. عیسی مسیح ما رو فراموش نکرده. نه، در این سرودی که با همدیگه شنیدیم به زبان عبری، ایماندارانی هستن یهودی داشتن این سرود رو میخوندن که عیسی مسیح اومد به تمام وعده هایی که داده بود عمل کرد، طبق نبوت هایی که شده بود، خداوند جسم پوشید اومد روی زمین تا ما رو حیات ببخشه. کلام خداوند تو اشعیا فصل 9 میگه: زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خواهد خوانده خواهد شد. نه، تو ترجمه عبریش میگه شاهزاده شالوم. خداوند ما عیسی مسیح شاهزاده شالومه. نه، اومده تا شالومش به ما بده، تا ما هم در خداوند بتونیم شاهزادگان شالوم باشیم. نه، اگر تو هر دردی هستی، تو هر مشکلاتی هستی، به طور مخصوص این روزها به یاد هموطنانمون، به یاد خواهر برادرانمون در ایران هستیم. نه، آمین که سالم شالوم خداوند بیاد، سال پسندیده خداوند بیاد و فرزندان او در اون آب و خاک هم بتونن در شالوم خداوند زندگی بکنن، آنانی که فرزند او نیستن هم بتونن در شالوم خداوند زندگی بکنن. نه، ما فقط به فکر هم خواهر برادرانمون نیستیم، به فکر تمام هموطنان هستیم که دارن درد میکشن. کلام خداوند تو انجیل یوحنا میگه: او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند، اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این اقتدار را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی هر کس که به نام او ایمان آورد. آمین. دعا میکردم خداوند پیغامی رو داد برای سال آینده، به طور مخصوص برای سرزمینمون. من اجازه ندارم همه پیغام رو بازگو بکنم، ولی همینقدر بگم سال آینده دردها خواهد بود، سال درد خواهد بود، رنجها خواهد بود، اما کار خداوند عظیم خواهد بود. سال آینده سال نجاتهای بسیار است. سال آینده سالی که خداوند مقرر کرده تا پولوس ها برای خداوند بنا بشن، تا پولوس ها برپا بخیزن، اونهایی که دارن جفا میکنن نجات خداوند رو آشنا بشن و ایمان بیارن و برای خداوند پولوس ها باشن. نه، اونایی که فکر میکنن دارن کار درستی انجام میدن و متوجه نیستن که به دیگران دارن چه ضربه ای میزنن، چه آسیبی میزنن، اونها رو خداوند نجات خواهد داد. دعا بکنیم. نه، سال آینده سال پر از درد، اما سال نجات خواهد بود و شاهد نجات‌های بسیار خواهیم بود به نام عیسی مسیح. شیطان هر چقدر که تلاش میکنه که نگذاره کلام خداوند پخش بشه، که نگذاره مردم نجات پیدا بکنن، در روزهای آخر هر چقدر بیشتر جفا میرسونه، اما به همون نسبت و خیلی بیشتر روح خدا در جهان عظیم‌تر و داره کار میکنه. نه، روح خدا در روزهای آخر به طور عظیم داره کار میکنه و همانطور که کلام خداوند میگه تو انجیل یوحنا و
میگه من تمام این پیغامو در این دارم خلاصه میکنم، زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. آمین. این آیه به طور مخصوص آیه‌ایه که خداوند داده برای ایران در سال آینده. میخوایم سرپا بیستیم عزیزان، میخوایم پرستش های خودمون رو آغاز بکنیم به حضور این خداوند زنده که امروز با ما داره جشن میگیره، به حضور این خداوند زنده که جس پوشید اومد روی زمین، ملکش رو ترک کرد اومد روی زمین، تاج و سلطنتش رو ترک کرد اومد روی زمین، کوچک شد، فروتن شد تا میان دردهای من و تو، میان بدبختیهای من و تو زندگی بکنه و به ما نشون بده چطوری میتونیم از این بدبختیها بیایم بیرون. نه، اگر میخوای کسی رو از تو چاه بکشی بیرون نمیتونی او رو بیاری بیرون مگر که نزدیک بشی، نزدیکش بشی. نه، مگر که بیای سر چاه و دستتو دراز بکنی و کمک بکنی شخص بیرون بکشی. دقیقا خداوند همچین کاری رو کرد، اومد لب چاه‌های زندگی من و تو. همه من و شما تو چاه هاویه بودیم، نه؟ خداوند اومد ما را از چاه هاویه بیرون کشید، نه؟ میخوایم با تمام وجودمون برای این خدای زنده با همدیگه نام او را بپرستیم، میخوایم او را ستایش بکنیم. خداوندی که از آسمان آمد و در زندگی‌های ما وارد شد، در قلب‌های ما را کوبید و ما در رو باز کردیم و وارد قلب و زندگی ما شد و تمام زندگی ما را دگرگون کرد. آمین. بحر نجات جان ها آمد از سما، بحر شفای دل ها آمد از سما، آن مسیح خدا نیرو بخشیده بر تمام جان ها آمد از سما، روح پاک خدا روشن گردیده از نورش دنیا آمد از سما، آن منجی ما ویران کرده بود کاخ شیطان را آمد جان من، آن جانان من آمد تا دگر نباشم تنها. نه، ما دیگه تنها نیستیم، نه میتونیم اعلام بکنیم ما دیگه تنها نیستیم، ما غمگین نیستیم، ما خداوند زنده رو داریم. آمد پناه من باشد، شبان من قوت میدهد بر ایمان ما آمد سرورم، یار و یاورم او هست پادشاه بر همه قوم ها آمد تازه پم از درد و ماتم باشد نجاتی بحر انسان ها زحمت کشان آمد از آسمان تا دهد آرامی بر دلهای تان ای درماندگان آمد از آسمان تا دهد رایگان عمر جاودان ای زحمت کشان آمد از آسمان تا دهد آرامی بر دلهای تان ای درماندگان آمد از آسمان تا دهد رایگان عمر جاودان ای زحمت کشان آمد از آسمان تا دهد آرامی بر دلهای تان ای درماندگان آمد از آسمان تا دهد رایگان عمر جاودان.
خدا رو شکر. نه هیچ کس نیست که طعم درماندگی رو حس نکرده باشه و هیچ کس نیست که بعد از عیسی مسیح، بعد از اینکه نجات عیسی مسیح رو گرفت، هنوز درمانده باشه، هنوز تو درد باشه، هنوز تو چکمونم باشه، هنوز تو غم باشه. او آمد تا من و تو دیگه تنها نباشیم. آمین. مژده بده عیسی آمد، آن هدیه خدا آمد. مژده بده عیسی آمد، منجی جان ما آمد. بحر نجات مردمان، آن بره خدا آمد. آن نهر آب رایگان، از بحر تشنه ها آمد. مژده بده عیسی آمد، با مهر و با صفا آمد. مژده بده عیسی آمد، یعنی خدا با ما آمد. آن هدیه خدا آمد، منجی جان ما آمد. از بحر تشنه ها آمد، با مهر و با صفا آمد. مژده بده عیسی آمد، آن الفانیا آمد. مژده بده عیسی آمد، آن به سر خدا آمد. بگم شده ندا بده، شبان گله ها آمد. امانوئیل همراه ماست، آن وعده خدا آمد. در آخری حقیر تو بین، فروتنان خدا آمد. فاصله ها برداشته شد، روح القدس بر ما آمد. بده عیسی آمد، آن هدیه خدا آمد. مژده بده عیسی آمد، منجی جان ما آمد. مژده بده عیسی آمد، با مهر و با صفا آمد. مژده بده عیسی آمد، یعنی خدا با ما آمد. بده عیسی آمد، آن الف و آن یا آمد. مژده بده عیسی آمد، آن پسر خدا آمد. مژده بده عیسی آمد، آن پسر خدا آمد. مژده بده عیسی آمد، آن پسر خدا آمد. همراه این سرود به خداوند تقدیم بکنیم. نه خداوندی که پادشاه قلب و زندگی ماست، خداوندی که آمد تخت سلطنتش رو ترک کرد، اومد روی زمین تا میون زندگی من و تو در قلب ما پادشاهی بکنه. نه آمد تا سر سلامتی در زندگی تک تک ما باشه. آمین. که به نام عیسی مسیح خداوند از این حلقه استفاده بکنه برای نجات جانهایی که در پیش رو هستن. شاهان حیران بلر با بیسا، خداوند عزیزم پسر خدا قدوس و فدا در راه را عیسای عزیزم. او هست خالق ما، او هست یزدان ما، اسم او همیشه بر زبان ما. او هست خالق ما، یار و یاور ما، مسیح دوستم می‌دارم، عیسی مسیح همی‌گویارم، عیسی مسیح دوستم می‌دارم، عیسی مسیح همی‌گویارم.
میتونید به هم دیگه بگید تجسم خداوند و آوردن شالوم او تو زندگیت مبارک باشه. مبارک خداوند باشی. شو که امروز تجسم خداوند رو جشن میگیریم که زنده است، خداوندی که به تمام وعده هاش عمل کرد و خداوندی که هیچ کدوم از وعده هاش به زمین نمیفته و خداوندی که قول داده تخت سلطنتش رو در سرزمین ما برپا خواهد کرد و خداوندی که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه مانع کار او بشه. آمین. میخوام وقت رو بسپرم به همسر عزیزم، پیغام خداوند رو با هم دیگه بشنویم. منم در نام عیسی مسیح خداوند به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگم و پیشا پیش تجسم عیسی مسیح خداوند رو نه فقط بر قلب هامون بلکه بر زمین و باشه که بر سرزمینمون تبریک اعلام میکنم. خدا رو شکر برای این فرصتی که دارین، برای سرزمینمون دعا میکنم. میدونم به مردم بسیاری هستید که الان نشستید دارین این برنامه رو دنبال میکنید و خیلی دوست داشتید امسال اینجا باشید، اما اینو واقعا از قلب بگیم، ما هم دوست داشتیم که امسال در ایران میبودیم. برای یهودی دو تا چیز خیلی مهم بود وقتی در دوران اسارت و پراکندگی بودن. یک، همیشه دعا میکردن، میگفتن سالی دیگه در اورشلیم. دعای هر یهودی بود سالی دیگه در اورشلیم، چون که دوران آوارگی و غربت رو داشتن. همیشه دعاشون بود هر وقت که پسح رو در واقع یادآوری میکردن، میگفتن سالی دیگه در اورشلیم. و براشون مردم سرزمینشون خیلی مهم بود، اینکه مردم اورشلیم در چه وضعی هستن و اینکه ما کی میتونیم برگردیم به اورشلیم، کی وعده خدا به انجام میرسه، کی ما از بدبختی و اسارت آزاد میشیم، ما کی میتونیم برگردیم به سرزمین آبا اجدادیمون. امروز دعای ما هم اینه. ما هم الان یه روز پراکندگان ایلام هستیم، پراکندگان یک سرزمین هستیم و باور کنید ما دعای ما هم همینه، باشه که سال دیگه در ایران، سال دیگه تجسم خداوند و کریسمس رو در ایران ما جشن بگیریم. دعای ما اینه، چون میدونیم سرزمین ما الان دوران سختی رو طی میکنه و دوران رنج و عذاب بیشتری رو داره تجربه میکنه، اما باشه که یک روز همه ما در اونجا جشن کریسمس رو جشن بگیریم. و بدونید که فقط قلب شما اینجا نیست، قلب ما نیست، پیش شما هست و خدا را شکر برای این فرصتی که داریم و میتونیم در حضور خداوند باشیم. امروز تو قلبم هست که یه جمع‌بندی از تمام پیغام سال بکنیم و به نام مسیح ظرفامون رو لبریز از روغن برای سال آینده. معمولا امسال این جشن ها فرصت خوبیه که در واقع ما راجع به کریسمس و راجع به اومدن عیسی و عیسایی که در واقع در قنداق بود و عیسایی که ستاره شناسان پیداش کردن و عیسایی که رفتن و راجع به طلا و راجع به مر و راجع به زانو زدن و راجع به آخر و چیزهای مختلف، خدا را شکر همه اینها هست، چون کلام خدا درباره اش صحبت میکنه. اما یه چیزی مهمتر از این هست، این عیسی امروز سردار لشکر خداست. این عیسی دیگه طفلی نیست که در واقع نتونی از خودش دفاع کنه. این عیسی، عیسیه که وقتی یوحنا او را میبینه میگه همچون مرده در جلوش میسته. این عیسی در تمام جلالش ایستاده. این عیسی در دنیا کار میکنه. این عیسی یه روز باز خواهد گشت. این عیسی در واقع قدرت تاریکی و ظلم و شیطان رو خواهد شکست. این عیسی با مقدسین بر خواهد گشت و ایمانداران رو به سمت خودش خواهد برد. ما راجع به این عیسی امروز جشن میگیریم، نه عیسی که طفل نگاهش میکنیم یا آخه طفلک، اگه سرما بخوره، اگه ویروس بگیره چی کارش کنیم، قرص سرماخوردگی چیزی داریم براش بدیم یا براش نداریم بدیم. نه، این عیسی امروز در قد و قامت پری پدرش ایستاد، عمل کرد و به آسمان رفت و امروز ما رو با خودش به اونجا میبره، در جایگاه های آسمانی میشن. آمین. پس پیغام کریسمس اومدن خدا در روی زمینه. نام او در واقع وقتی صحبت میکنه، برای ما ولدی زاییده شد، برای ما پسری زاییده شد و این سرور سلامتی، خدای مشیر و پدر قادر مطلق، اون قدرت خدا. امروز میخوام راجع به این بود از خدای قادر مطلق،
خدای قدیر، خدای قادر مطلق، این خدایی که با مسحش ما را قدرت میده. آمین. اگه به من ایمان داشته باشین، کارهایی که من میکنم شما دو برابر میتونید بکنید. پیغام عیسی در انجیل یوحنا، امروز میخوایم راجع به این خدایی که اومده روی زمین و در قدرتش ما را سهیم کرده، در مسحش ما را سهیم کرده، در پادشاهیش ما را سهیم کرده، ما را پادشاهان کرده، ما را فرزندان کرده، ما را از جهنم و حاویه رهانیده و در ملکوت خودش گذاشته و به هر کدام از ما اقتدار بخشیده که قدرت‌های تاریکی فرو بریزیم. آمین. و در واقع آزادی سرزمینمون، آزادی خودمون و مردممون رو در خداوند به دست بیاریم. امروز راجع به این عیسی قرار موعظه کنیم. امروز میخوام راجع به مسیح صحبت کنیم که قابل انتقال، مسیحی که در واقع میتونه، کلام خدا راجع به صحبت میکنه که کی میتونه اون رو دریافت کنه. و امروز میخوام راجع به اون صحبت کنم، مسیحی که وقتی دریافتش میکنی بتونی بیسی و بگی روح خداوند بر من است، بنا مس کرده که مریضان رو شفا بدم، اسیران رو آزاد کنم، اونایی که زندانی هستن رهایی بدم، از افتادگان خبر خوش انجیل سلامتی رو بدم. آمین. پیغام اینه که روح خدا بر من است. هر مسیحی باید بتونه بایسته بگه روح این عیسی که اومد روی زمین بر من است، روح خدا بر من است، قوت خدا بر من است، مس خدا بر من است، روغن روح خدا بر من است و مرا مس کرده. آمین. پیغام خداوند چیه؟ همون چیزی که عیسی گفت، پدر مرا مس کرده. امروز هر کدوم از شما که ایمان میارید به عیسی مسیح، روح خدا شما را نیز مس میکنه. آمین. تا بکنید آنچه که عیسی کرد، تا بکنی آنچه که او برای شما در نظر گرفته. آمین. برای زندگی خودت و برای مردم خودت و برای سرزمین خودت و برای هر آنچه که زیر اقتدار توست، به نام عیسی مسیح. آمین. پس امروز میخوام راجع به این صحبت کنم. این همون مسیحی که کلام خدا میگه زنجیرها رو پاره میکنه، این همون مسیحی که از آسمان آتش میاره، این همون مسیحی که مردگان بلند میشن، همون مسیحی که مریضان شفا پیدا میکنه، همون مسیحی که جذامیان در واقع طاهر میشن. راجع به این نوع مسیح میخوایم صحبت کنیم. این خدای مس شده اومده مسحشو به ما داده. آمین. امروز جشن عیسی مسیح، جشن تجسم خداوند، جشن شراکت ما در روح خداست، جشن شراکت ما با روح القدس. کلام خدا میگه شراکت روح القدس با شما باشه. وقتی شراکت روح القدس صحبت میکنه، یعنی ما شریک با روح خدا هستیم. آمین. شراکت چی داریم برای این شراکت؟ ما چیزی نداریم، اما خداوند میگه که صد خدا صفر ما با هم شریک میشیم. آمین. چه افتخاری، چه دل بزرگی داره، نه؟ خداوند صد خودش میذاره صفر ما رو، میگه فقط میخوام با من شریک باشی. و این قدرتیه که خدا به من و شما در مسیح عیسی خواهد داد. و راجع به این پیغام امروز میخوام صحبت کنم. معمولا ما با توانایی هامون میتونیم آنچه را که میتونیم رو انجام بدیم، اما با مس خدا میتونیم آنچه که در واقع اون چیزی که نمیتونیم انجام بدیم. آمین. اون چیزی که تو داری با قوتت، با در واقع قدرتت انجام میدی، چون که خدا بهت داده، اما مس برای چیزیه که تو نمیتونی انجامش بدی. و خدا در واقع میخواد آنچه را که ما نمیتونیم انجام بدیم و مس کن. آمین. آنچه که میتونی انجام بدی، خدا رو شکر، حکمتش رو داری، خدا رو شکر، تواناییش رو داری، تجربهش رو داری، درسش رو خوندی، خدا رو شکر. اما مس خدا کارهای غیر ممکن رو ممکن میکنه. آمین. برای یک مریضی که در واقع هیچ دلیلی برایش وجود نداره، دکترها میگن ببخشید، ببرش خونه، بذار هر جور دلش میخواد زندگی کنه. شخصی رو میگفت که من رفته بودم قسمت درمانگاه افراد سرطانی و اینها هر کاری میکردن، میگفتن چرا اینا اینطورین، میگه در واقع گذاشتم، گفتن اینا میخوان بمیرن، بذار هر جور دلشون میخواد زندگی کنن. چرا؟ چون که دکتر ناامیدن، میگن ما امیدی ندن، بذار بمیرن، هر جور دلشون میخواد زندگی کنن، هر کاری میخوان با همدیگه بکنن، به همدیگه گیر میدن، هر جوری دوست دارن، بذارید هر جور میخوان. میدونی چرا؟ چون که امیدی نیست. دکترها دارن میگه امیدی نیست، ما دارو نداریم، ما درمان نداریم، سی تی اسکن ها و داروها و شیمیتراپی ها ما انجام دادیم، همه رو انجام دادیم، بابا امیدی نیست، بذار بره خوش باشه و بمیره. اما کلام خدا میگه چی؟ وقتی روح خدا بر من است، مریضان شفا پیدا میکنن. آمین. پیغام خدا اینه برای ما. دوره دنیای ناامید سریع ناامید میشه، تمام حساب معادلاتش به هم میریزه ناامید میشه، تمام عدد ارقامش به هم میریزه ناامید میشه، نگاه میکنه دو به اضافه دو به هم نمیخوره، سه چهار تا به هم نمیخوره، عدد ارقام به هم نمیخوره، درجا میگه آقا نمیشه. شما میرید اینجا برای یه کاری انجام میدی، یه ذره اینور بر میشه میگه نمیشه، دائم میری پشت اداره ها میمونی آقا نمیشه، دائم همه پیغامشون نمیشه. اینجاست که مس کار غیر ممکن رو ممکن میکنه. و این اون چیزیه که ما دنبالش هستیم. دنیای ما دنیای ضعیفیه، دنیای ناتوانیه، هرچی در علم میره جلوتر بیشتر ناتوانه. یه ویروس میاد توی سرزمین، صدها هزار نفر میمیرن، کدام علم، کدام پیش تکنولوژی، کدام؟ خدا رو شکر برای دکترها، خدا رو شکر برای دعوا درمون، خدا شکر برای همه اینا. دکترها دارو میدن، اما شفا را عیسی مسیح میده.
تشخیص دکترها میدن، در نهایت به ناامیدی میرسن، اما شفا رو خداوند میده. پس امروز ما باید آماده بشیم برای سالی که خدا میخواد شروع کنه، سال 2019، سال جمع کردن، سال قطره قطره مس جمع کردن، ظرفتو پر کردن، ظرفتو لبریز کردن، سال آینده سال جاری شدن مس خدا خواهد بود. آمین. که هر کدوم از ما بتونیم بیست و با اقتدار اعلام کنیم که روح خدا بر من است. اما اینکه مس از کجا میاد، این قدرت از کجا میاد، آیات و معجزات از کجا میاد و من چگونه میتونم در واقع دست خدا باشم، پای خدا باشم، زبان خدا باشم، همونطور که کلام خدا در پتروس داره صحبت میکنه، وقتی حرف میزنی راجع به مشکلی، حرف میزنی راجع به بیماری، حرف میزنی راجع به دردی، حرف میزنی راجع به عجز و ناتوانی داری حرف میزنی، کسی اومده راجع به بدبختی و مشکلاتش داره صحبت میکنه، یا هیچی نگو یا وقتی حرف میزنی مثل خدا حرف بزن. آمین. یا سکوت کن یا مثل خدا حرف بزن. و این اون چیزیه که خدا از ما نتو میخواد، به عنوان ایماندار با ایمان اعلام کن، با ایمان. بله دکترها میگن برای اونها همه چیز تمام شده است، اما برای خدای ما تمام شده نیست. نظر دکترها اینه، اما نظر خدا ما یه چیزی دیگه است. به مسیح گفتم رهاش کن، ولش کن، مسیح رها کن، دخترتو مرده، ولش کن، ولش کن. مسیح گفت با تو خواهم آمد. گفتم میگی مرده، با تو خواهم آمد، تمام کرده، با تو خواهم آمد. ای دختر برخیز. پزشکی جواب میده تمام شد. پایان خط ما شروع خط خداست. پایان علم ما شروع حکمت خداست. و ما بعد اینو یاد بگیریم. هر جایی که عاجز میشی معجزه اونجا معنی پیدا میکنه. معجزه یعنی چه؟ انسان در عجز خودش، در ناتوانی خودش به یه جایی میرسه که دیگه من نمیتونم، تو زندگیتی من نمیتونم، تو تحمل نمیتونم، تو صبر نمیتونم، توی فشار نمیتونم. وقتی مس خدا میاد تو میتونی. آمین. یارو میگه تا اینجا تحمل کردم برادر، بیشتر نمیتونم. میگم تحملت تا الان انسانی بود، ما بقیش با مس خدا. تو میتونی با مس، تو میتونی با قوت خدا، تو میتونی با حمایت خداوند، تو میتونی. آمین. اما این مسائل، آیات و معجزات از کجا میاد؟ این قوت از کجا میاد؟ این روغن از کجا میاد؟ از حضور خدا ماندن میاد. ما بعد این یاد بگیم، درباره صحبت کردیم که در واقع این مسائل در حضور خدا ماندن میاد و ما نباید حضور خدا رو با قدرت خدا اشتباه بگیریم. حضور خدا به جهت دوستی و همنشینی و رفاقت با ماست. قوت خدا و مس خدا به جهت خدمت دیگرانه. ما برای حضور خدا به جهت دوستی رفاقت میریم که در حضور او استراحت کنیم، از حضور او رو بشناسیم، او رو تجربه کنیم. اما قوت خدا زمانیه که ما برای دیگران میخوایم کاری انجام بدیم. حضور خدا برای شخص توست، قوت خدا برای دیگرانه، چون که خدا تو رو مس میکنه تا دیگران رو خدمت کنی. و خاطر همین میگه روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم، روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم، روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم، روح خدا بر من است که کوفتگان رو امید بدم، روح خدا بر من است راجع به دیگران صحبت میکنم، روح خدا بر من است که یه از من یه خیر، یه برکت، یه چیزی به دیگری برسه. این مس و قوت از کجا اومده؟ از حضور خدا ماندن اومده. آمین. این مس از اونجا میاد. وقتی وقت میذاری در حضور خدا و دعا میکنی، کسایی که قلب دارن برای دیگران دعا میکنن، خداوند برای سرزمین داره دعا میکنه، برای همسایه داره دعا میکنه، برای پدر مادر داره دعا میکنه، برای دوست داره دعا میکنه، برای شریک داره دعا میکنی، دعا میکنی خدای چشمه اینو باز کن، خدای من نمیدونم، این درمانده از بدبخت نمیدونه داره چیکار میکنه، وقتی داری دعا میکنی و فکر کسی دیگه هستی، در این حضور خداست، خدا تو رو مس میده تا بتونی بکنی آنچه که نمیتونی در انسانیت انجام بدی. وقتی کسی میاد میگه که خداوند مرا قدرت بده، به این معنیه که خداوند زندگی منو به حساب بیار، خداوند از من استفاده کن تا دیگرانو خدمت کنم. به این معنی نیست که خداوند من میخوام با تو رفاقت کنم، من میخوام در حضور تو استراحت کنم، نمیخوام نمیگه که من میخوام در حضور تو رو بشناسم، میگه من از من استفاده کن. پس فرق میکنه قوت و مس خدا با هم نشینی و رفاقت و حضور خداوند فرق میکنه. حضور خداوند برای اینه که ما خدا رو بشناسیم، قوت خداوند برای اینه که مردم خدا رو بشناسن. به همین کلام خدا میگه با آیات و معجزات، با مس، با روغن مس، با آیات و معجزاتی که از دست رسولان، از دست من و تو جاری خواهد شد، مردم خدا را خواهند شناخت. آمین. کلام خدا از طریق آیات و معجزات ثابت خواهد شد. آمین. پس در واقع اون چیزی که هست، مس از کجا میاد؟ از حضور میاد.
و تبدیل به قوتی میشه که مردم خدا رو بشناسن. هم نشینی ما خدا رو میشناسیم، قوت مردم خدا رو میشناسن. مسیح به شاگردانش میگه برید در اورشلیم بمانید تا از طریق این حضوری که تجربه میکنید، این حضوری که قرار از حضور پدر تجربه کنید، این حضور جمع میشه، تبدیل میشه به یه روغن لبریز و بعد جاری میشه به مردم 3000 نفر که ایمان خواهند آورد. و این مردم 3000 نفر قدرتی رو خواهند دید که این قدرت ثمره یه حضوریه که 10 روز این شاگردان 120 نفر در حضور خدا بودن. به همین دلیل اگر میخوای قوت خدا در تو جاری بشه، در دعای تو، در ایمان تو، برای شفا، برای آیات، برای معجزات، برای نجات مردم، برای صحبت کردن کلام میگی در دلهای مردم نفوذ کنی، در قلب پدرت که میگی نمیشنوه، در قلب مادرت که میگی نمیشنوه، خواهر و برادر دعایی میگی نمیشنون، برای چی نمیشنون؟ چون که کلام خدا رو داری میگی اما احتیاج به مس خدا داره. ما باید با مس خدا حرف بزنیم، اونجاست که قلبهای مردم تبدیل میشه، وگرنه کلام میکشه روح زنده میکنه. پس اگر این همنشینی و رفاقت نباشه قوت هم نمیاد. پس این مسئله قدرت برای دلیلی و فصل خاصی با چند تا خاصیت میاد که میخوام برای شما بگم. اولین چیزی که هست، این مسئله میتونه رشد بکنه، یعنی میتونه هم زیاد بشه هم میتونه کم بشه. به همین کلام خود در جامعه میگه حواست باشه سر تو از روغن کم نشه. روغن همیشه بر سرت باشه. وقتی مس خدا باشه تو میتونی کارهای غیر ممکن رو با حکمت خدا، با مس خدا، با حمایت خدا، با علم خدا، با پشتیبانی خدا، با حمایت خدا انجام بدی. وقتی سر در روغن کم باشه کم میاری. تو زندگی جایی که کم میاری میگی بریدم، من تجربه کردم با آدمای مختلف، میگه برادر کم آوردم. گفتم پس اوکی، بذار با هم دعا بکنیم. و جالبه وقتی دعا کردم بهش نگفتم خدایا کاری بکن که این بتونه، گفتم خداوند آن چیزی رو که این احتیاج داره مس توست، پس به نام عیسی مسیح روغن تو بر سر او بریز. خستگیاش رفت، ترساش رفت، عصبانیتاش رفت، خشمشون رفت. هیچی من نگفتم، نه به خشمش فرمان دادم، نه به ناامیدیاش فرمان دادم، هیچ کاری نکردم، فقط روغن خدا رو برش طلبیدم، فقط مس خدا رو برش طلبیدم. وقتی مس خدا میاد میکنه آنچه که برای من و تو غیر ممکنه. و نکته دوم اینه که این مس میتونه انتقال پیدا بکنه. میخوام چند تا نکته رو با شما در میون بذارم درباره انتقال مس و خاصیت این مس که به نام عیسی مسیح سالی که شروع میکنید سال مس شده ای داشته باشید. ظرفاتون پر از روغن خدا و لبریز از روغن خدا باشه و خانوادتون مس شده ای خدا باشه. اگر پدری مس خدا رو داشته باشی برای فرزندانت، مادری همینطور، شوهری مس خدا رو داشته باشی برای سر و چت همسرت بودن، همسری مس خدا رو داشته باشی برای حکمتی که خداوند میخواد در خانه تو، امنیتی رو که از طریق تو برای محیط گرم و نرم مهیا کردن این حکمت و مس رو داشته باشی. اما درباره انتقال مس میخوام صحبت کنم که این مس قابل انتقاله. درباره انتقال مس با شما صحبت کنم، ما نمیتونیم دست بر کسی بذاریم و بگیم تو تولد تازه بیاب، چون که تولد تازه کار روح القدسه. اما میتونیم دعا بکنیم که عطای روح القدس رو دریافت کنه. ما نمیتونیم برای این نفر دعا بکنیم که بگیم نجات بیاب، چون نجات کار خداونده. اما میتونیم دعا کنیم به نام عیسی مسیح شفا بیاب. پس آنچه که خدا به ما میده در حضورش دریافت میکنیم و به ما میده قابل انتقاله. پس میخوام یاد بگیریم که چگونه این مسیح رو به زندگی دیگران انتقال بدی، به زندگی همسرت انتقال بدی. کمتر میبینم که مثلا مردی بره برای زنش، زنی برای مردش دعا بکنه. تو دلشون دعا میکنن. به ندرت هست بگی بیا اینجا بشین، من میخوام دست بذارم روی تو با برای تو دعا بکنم. و میخوام به نام عیسی مسیح سال 2020 اینو انجام بدید. بعضی موقع فکر میکنیم خیلی مسخره است. چرا؟ چون اینقدر تو کرکوپر هم زدیم باور نمیکنیم که مثلا امروز همسرت میخواد برای تو دعا بکنه. اما فقط تو قلب دعا نکن،
بگو بشین میخوام دست بذارم و خداوند از طریق دست تو مسیری که روی تو اومده از این حضور، بعضی ها وقت بیشتری دارن بعضی وقت کمتری دارن، تو که وقت بیشتری داری در حضور خداوند اون مسیری که میگی برای همسره. فقط تو قلب دعا نکن، خداوند برای همسرم دعا میکنم، برای بچه‌م دعا میکنم، بچه‌تو بگیر وقتی میاد توی خونه بغلش کن و مسش کن. فقط نگو سلام خداحافظ، بچه‌تو بگیر لمسش کن و مسش کن، دست بذار روش، حتما نباید با روحان مس کنی، خداوند مس میکنم این بچه‌مو. پس آقا محبت تو از طریق این مس در او جاری میشه، شفای تو از طریق قلب شکسته بچه‌ت که رابطه شکسته شده جاری میشه. امروز روابط بین بچه‌ها و پدر مادر خیلی شکسته است و متاسفانه هر روز پدر مادرها دارن درد میکشن که بچه‌هامون دنیا داره میدوزه. میدونی چرا؟ چون که نمیتونی اون مسیری که باید داشته باشی بچه‌تو جمع کنی نداری. خب از کجا بیاری؟ از کوچه بازار؟ از کدام مغازه؟ از کدام بقالی؟ از کدام فروشگاه؟ از کدام سوپرمارکت؟ آدرس بده تو برو بخر. خب نیست که بخوای بری بخری. این در حضور خدا میاد. و ما احتیاج به این نوع مس داریم. یه جایی حتی علم جواب نمیده. کتاب دانشمند شخصی میگفت من خودم روانشناسم، تمام مردم میان بهشون مشکل میدم، بچه خودم با خودم مشکل داره، هر کاری میکنم هی براش استدلال میارم، هی میگم این بیوشیمی بدنت، هورمون هات بالا پایین، سن فلان، اینطوری. میگه انگار نه انگار، انگار دارم با دیوار حرف میزنم. حتی خود دکترها و روانشناسا توش موندن که برای عزیزان فرزندان خودشون چه کار بکنن. ما احتیاج به اینو مس داریم که انتقال بده. این مس قرار نیست که فقط بچه تو مس کنه که اونم بره شفا بده. محبت جاری میشه، شفا جاری میشه، رابطه جاری میشه، آرامش جاری میشه، افسردگی بچه‌ت، افسردگی همسرت میره بیرون وقتی مس خدا از طریق تو به اون جاری بشه. پس فقط در قلب دعا نکن، تو باید کلام خدا میگه دست بر مریضان بگذارید و دعا بکنید. اگه قلب شکسته همسرت هست دعا میخوای بکنی، دست بر او بذار و براش دعا بکن. آمین. پس دریافت مس هر کسی باید از وصل شدن به اون شبان و چتر روحانی که در واقع بهش وصل هستی میاد. راجع به چتر صحبت کردیم، راجع به اقتدار صحبت کردیم که تو در واقع باید به یه جایی وصل باشی، به یه خدمتی، به یک میشنری، به یه جایی وصل باشی، به یه کلیسای وصل باشی، به یه شبانی وصل باشی و اون شخص رو قبول کرده باشه که مسی که روی اون خدمت هست، مسی که روی اون شخص هست، مسی که روی اون خادم هست روی تو بتونه انتقال پیدا کنه. اما اون شبان یا چتری که در واقع تو میخوای بهش وصل بشی حتما باید به قدرت خدا، به آیات و معجزات، به اعمال روح القدس، به تجلی روح القدس باور داشته باشه. چون تمامی این مس مربوط به کار روح خداست که در زندگی ما انجام میشه. باید روح القدس قبول داشته باشه، باید آیات و معجزات قبول داشته باشه، باید قبول بکنه که در واقع خداوند کارهای غیر ممکنه میتونه ممکن بکنه. بعضی خدمات هستن که ذاتاً بشارتی هستن، بعضی کلیساها کلاً ذاتاً بشارتی هستن، بشارت انجیل رو در واقع براشون دعوتی دارن که بشارت انجیل رو انجام بدن. بعضی خدمات هست که خدمات تعلیمی هستن، بیشتر کلام خدا و الهیات رو در واقع معیار قرار میدن و تعلیم میدن. بعضی خدمات هستن که در واقع ذاتاً نبوتی هستن، پیغامهای نبوتی براشون خیلی ارجحیت داره. بعضی خدمات هستن ذاتاً رسالتی هستن و رسالت و رفتن و بنیان کلیساها و سرزمینها و نجات سرزمینها براشون خیلی مهمه. و بعضی خدمات هستن که شبانی هستن، کمیونیتی، رابطه، ما خانواده، جمع کلیسا، با هم بودن، مهمونی، آغوش، در واقع محبت کردن، توجه کردن براشون خیلی مهمه و انجام میدن. همه اینها خیلی عالی هستن، اما فراموش نکنیم همه اینها یک تیکه از دل عیسی هستن، همه دل عیسی نیستن. وقتی کلام خدا در افسسیان باب 4 به بعد ما داریم میخونیم، اونجا صحبت میکنه از آیه 8 به بعد وقتی نگاه میکنیم، میگه عیسی که از آسمان آمد روی زمین کارش انجام داد و بعد به آسمان رفت، بخشید به کلیسا، معلمین، مبشرین، رسولان، انبیا و شبانان را. به جهت چی؟ تکمیل مقدسین. برای چی؟ برای خدمت خدا، تا همگی در اتحاد ایمان، در اتحاد بر پسر خدا به پری قامت عیسی برسن، به قد قامت عیسی برسن، به یه بلوغ روحانی برسن. پس ما نگاه میکنیم برای رشد یک کلیسا ما احتیاج به 5 خدمت داریم. پس خدماتی که در واقع فقط در واقع بشارتی هستن یا فقط نبوتی هستن یا فقط رسالتی هستن، یک تیکه از دل عیسی رو انجام میدن. و یک کلیسا باید در واقع یک بالانسی داشته باشه از تمام خدمات.
ممکنه اون شبانی که در واقع خدمت میکنه رسول نباشه، ممکنه در واقع مبشرم نباشه، ممکنه معلم باشه یا شبان باشه، یا بعضی مواقع حتی مبشرن شبان هم نیستن اما مجبورن شبانی کنن طفلکی ها چون کسی رو ندارن. ولی این خیلی خوبه که در باز باشه برای خدمات دیگه، چون هر کدوم از ما بعضی مواقع اونایی که خدمت بشارتی دارن تعلیمی ها رو ممکنه سرزنش کنن، اونایی که خدمت تعلیمی دارن نبوتی ها تا نبوت میکنن میگن آه اینا فلانن، ممکن نبوتی ها رسالتی ها رسالتی ها در واقع اونایی که کلیسای کامیونیتی و شبانی هستن و به قول معروف کنار همدیگه بودن و ممکنه سرزنش کنن. همش لازمه، همش یک تیکه از دل عیساست، یک پنجم از دل عیساست و خدا میخواد همه اینها با هم عیسی را کامل متجلی میکنه و جلال میده. آمین. پس ما احتیاج داریم هر خدماتی رو داشته باشیم توی کلیساها و اگر یک شبانی اینو نداره اشکال نداره، ولی حداقل خدمات دیگه کلیساهایی که اون رو دارن رو زیر سوال نبرن، چون ما اجازه نداریم دل عیسی رو زیر سوال ببریم، دل رسالت عیسی رو، دل در واقع بشارتی عیسی رو، دل تعلیمی عیسی رو، دل شبانی عیسی رو، دل در واقع خدمات دیگه عیسی رو، نبوتی عیسی رو زیر سوال ببریم. پس خیلی خوبه به خدمتی وصل بشیم که هر 5 تا از خدمات عیسی به یک اندازه ارزش دارن، حتی اگر یک شبانی در واقع اون رو نداشته باشه ولی حداقل ارزش بده به بقیه خدمات. میگه من رسول نیستم اما حمایت میکنم خدمت رسالت رو، من خودم دعوت رسالت ندارم اما خدا داده و من تایید میکنم. ما نداریم، بارها شده با خادمینی که در واقع خدمتی دارم انجام میدم، اولین چیزی که ازش میپرسم میگم میتونم بپرسم خدمت اولت چیه؟ اکثرا معمولا 3 چیز میگن، یا میگن من مبشر بودم، یا میگه من تعلیم و شبانی میکنم، یا میگه من شبانی تعلیمم میدم، تعلیمم خوبی نیست اما مجبورم تعلیمم بدم، ولی بیشتر شبانی میکنم، قلبم شبانیه. خب این بنده خدا چیزی از نبوت، چیزی از رسالت نداره، ولی جالبه میگفت که من خیلی تحسین میکنم، میگو به اعضای کلیسامون میگم که اوکی من اون چیزی که دارم میتونم بهتون بدم اما اون چیزی که من ندارم شما میتونید از جای دیگه دریافت کنید، با خدمات دیگه در واقع بشنوید، پیغام های خدمات دیگه رو بشنوید که یه بالانسی در شما باشه. گفتم آفرین برای این قلبی که تو داری، تو اجازه میده که اعضای کلیسات 5 قسمت دل عیسی رو با هم داشته باشن. خودت نداری بدی اما منعم نمی کنی اگر کسی میخواد با قسمت های دیگه دل عیسی آشنا بشه. و خدا میخواد که در واقع ما هر کدام یه بُعد از دل عیسی رو به نوعی تجربه بکنیم. پس برگردیم به انتقال مس و راه‌های افزایش مس. اولین کاری که مس انجام میده اینه که کلام خدا رو برای ما مکشوف میکنه. کلام خدا در تمامی کتاب خروج تا تثنیه به طور خاص صحبت از این میکنه که درباره موسی میگه که روغن از چراغدانهای شما، یا روغن برای چراغدانهای شما، یا روغن چراغدانهای شما کم نشود. ما میدونیم این روغن تبدیل میشه به یه سوختی و یک نوری میده و نور کلام خداست که در واقع مکاشفه شده. اگر دقیق تر بخوایم بگیم چراغدان کلامیه که وقتی مکاشفه میده نور میاد، اما این نور در چراغدان چطوری میاد؟ به واسطه روغن میاد. پس در واقع روغن سمبولی از مکاشفه است که باعث میشه کتاب مقدس برای تو واو مکشوف بشه، تو کتاب مقدس رو بتونی درک بکنی. فقط حضور خدا کافی نیست، ما احتیاج به کلام خدا داریم، کلامی که زندگی های ما رو تبدیل میکنه، کلامی که خدا رو به ما میشناسونه، کلامی که در واقع بعضی مواقع ما ممکنه درگیر در واقع فقط تجربیات قوت روح القدس بشیم، از کلام خارج بشیم. ما هر دو رو احتیاج داریم، پوری در کلام به تو پوری روح میده، پوری در روح میل به کلام خوندن به تو میده، اما نه هر کلامی که ما فقط بخونیم و بخونیم و بخونیم. بسیار هستن یهودی ها کلام رو خیلی خوب بلدن باز کنن اما چون که روح رو ندارن نمیتونن درکش کنن، مکاشفه ندارن، به خاطر همین ماشیه رو گم کردن. کتاب مقدس رو بلدن، تمام عهد عتیق رو بلدن، تمام آیات رو بلدن اما نجات ندارن. پس یه شخص مسیحی هم ممکنه کتاب مقدس بلده، تحصیل کرده، یاد گرفته اما اون قدرت روح رو نداره. ما احتیاج داریم روح و کلام رو با هم داشته باشیم. آمین. به همین دلیل خدا میخواد که کلام برای ما مکاشفه بشه و درک درستی از کتاب مقدس ما داشته باشیم و بتونیم در واقع اون چیزی که خدا میخواد روزانه برای چراغهای ما نور باشه. آمین. جالبه در اول سموئیل باب 3 آیه 1 به بعد میگه در زمان ایلی که کاهن بود، میگه در زمان ایلی مکاشفت و رویاها نبود
و چراغ خانه خدا سوسو میزد. چه رابطه بین مکاشفات خدا و چراغ سوسو زدن خانه خدا داره؟ وقتی در کلیسایی، در خدمتی، در واقع مکاشفه یک کتاب مقدس نداشته باشه، رویاها، نبوتها، آیات و معجزات و کارهای عظیم نمیاد. چرا که روغن در حدی هست که فقط سوسو نزنه. و جالبه، میگه در این میان پسر بچه‌ای به نام سموئیل اونجا بود که مواظب بود که دائم در واقع یه مقدار روغن بریزه داخل این چراغدان که مبادا چراغدان خاموش بشه، همین سوسو زدن هم خاموش نشه. و خدا این پسر را که نگران بود که مبادا چراغ خدانه خدا خاموش بشه، مبادا این نور خاموش بشه، خدا به این پسر رویاها و مکاشفات داد. جالبه نه؟ به این داد، به ایلی نداد. چون که برای ایلی زیاد فرقی هم نمیکرد چراغ خانه خدا خاموش بشه، اما برای این پسر بچه که تون به تون بره ایلی داره خاموش میشه، چیکار کنم؟ میگه برو در روغن بریز. دوباره تمام چشمش به مواد خاموش بشه، بدو بپره یه روغنی بریزه. وقتی کسی دلش برای خدا و کلیسای خداوند و دلش برای کلام خدا در واقع میتپه، خدا آیات و معجزات و مکاشفات رو به اون میده. میشه مثل سموئیلی که نگران خانه خداست که مبادا این چراغ از خانه خداوند خاموش بشه. در رومیان 10:17 راجع به این صحبت میکنه، میگه ایمان از شنیدن، شنیدن از کلام خدا. واژه شنیدن اول در زبان یونانی میگه تون یا تونا، تون صوت، وایس. میگه ایمان از وایسیه که تو داری میشنوی. مثل الان شما داری یه وایس میشنوی، یه کلام رو داری میشنوی، یه تون داری میشنوی. اما واژه دوم شنیدن میگه ریما، یعنی مکاشفه. ایمان از وایسیه که میشنوی، از مکاشفه‌ای که از اون بیرون میاد. در واقع وقتی کلام خدا مکاشفه میده، ایمان تولید میکنه، وگرنه فقط دانش تولید میکنه. خوندن کتاب مقدس دانش تولید میکنه، اما مکاشفه کلام خدا مس میاره. تو وقتی کتاب مقدس میخونی دانش پیدا میکنی، و کلام خدا میگه دانش غرور میاره، اما روح خداست که باید تو رو فروتن کنه. مکاشفه کلام خداست که میفهمی خدای من هیچی نیستم در مقابل تو، همه اینا یه فیضه. آمین. دومی کاری که در واقع مس و قدرت خدا انجام میده، نیازهای ما رو تامین میکنه. در اول پادشاهان باب 17 آیه 14 میگه زیرا که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، در تمام دوران قحطی و خوشسالی ظرف آرد تو و پیاله روغن تو تمام نخواهد شد. ایلیا درباره اون زن داره صحبت میکنه که در صرفه بود. قبلا تو سال راجبی صحبت کردیم که میره اونجا میگه چی داری؟ میگه ذره آرد دارم و مقداری روغن، بخوریم و بمیریم. میگه در تمام، یهوه میگه در تمام دوران خوشسالی، اقتصاد به هم ریخته، خرید و فروش به هم ریخته، هیچ کس اعتماد نمی کنه، خرید و فروش وجود نداره، هیچ کس جرأت نداره چیزی رو جابجا بکنه و همه چیز در واقع تو هواست، اما کسی که مس خدا رو داره یه امنیت داره. و امنیتش چیه؟ خدا نیازهای من رو به واسطه مسی که روی من رفع میکنه. نه روغن از ظرف تو، نه آرد از پیاله تو کم نخواهد شد. آمین. من همین رو درباره ایلیشا میبینیم که میگه زنی که شوهرش مرده بود، بچه‌شو به بیگاری برده بودن و در واقع میاد میگه که شوهر من مرده، پسر من به بیگاری بردن و به بردگی بردن و ما هیچی نداریم، به خاطر قرضهامون، به خاطر قرضهامون اسیر شدیم. میگه چی داری؟ میگه هیچی، ولی یه ظرف دارم. میگه برو ظرف خالی تو بیا. خیلی مواقع ظرف‌های ایمان ما ظرف‌های خالیه، اما خدا همون‌ها رو هم احتیاج داره. بعضی مواقع فکر می‌کنی ایمان من دیگه به درد نمی‌خوره. خواهش می‌کنم ظرفاتونو دور نریزید. ظرفاتو نگه دار. چون که یک روز در حضور خدا میری، خدا این ظرفا رو احتیاج داره. میگم ظرف خالی ایمانتو بردار بیار، من اون رو دوباره پر می‌کنم. ظرفاتو دور ننداز. ظرفاتو بی‌ارزش نکن. چون ایمان ارزش داره.
ظرفات نگه دار. روزی خداوند خواهد آمد، روزی ملاقات او خواهد آمد، روزی بیداری روحانی خواهد آمد، روزی خدا دوباره رویاها و تجربیاتی که در گذشته خواهی زنده خواهد شد و خداوند ظرف تو را نه فقط پر بلکه لبریز بلکه به همسایه های تو نیز خواهد داد. آمین. که تو را از اون قرض و بدهی و اون اسارتات آزاد کنه. آمین. اما کسی که طمع داره و قدرت مامان روش کار میکنه هیچ وقت مست نمیتونه بگیره، بلکه اون که نه فقط سهم خدا را بلکه قلب دهنده داره، خدا این شخص رو. خیلی مواقع ما دعا میکنیم خدا به ما میده، مثل این زن اگه ظرفش پر میشد بهش میگه که ظرفتو بیا، وقتی پر شد میگه حالا برو به همسایهات بده. ما مشکلمون میدی چیه؟ به حضور خدا میاییم، خدا ظرفمون رو پر میکنه، اما به قسمت همسایه که میرسه استاپ میزنیم. همسایت نهایتش مامانته یا خواهرته، اونم بگه چه پسر گلی دارم یا چه دختر گلی دارم. کی جلال میابه؟ تو. عیسی جلال نمیابه. خیلی از افراد وقتی صحبت از ده یک میشه ممکنه بگه اوکی من ده یک من میدم به مامانم، و گفتم بعد مامان چی میگه؟ میگه عجب دختری دارم من. بهش گفته بود آره من با ایمان، یه شخصی میگفت بهم گفته آره من با ایمانت راستیتش از ایمانت زیاد خوشم نمیاد، اما اگه عیسی گفته که به من کمک کنی قربونش برم. عیسی رو نمیخواد، فقط تو جلال میابی که چه دختر خوبی دارم من. خب که عیسی گفته برو به مامانت ده چی بده. کسی که روح مامان داره فقط ظرف خودشو میخواد پر کنه و نمیخواد به کسی بده، خدا این رو مست میکنه. کسی که از لبریز شدن ظرفش میخواد به دیگران بده، خدا اونو مست میکنه. یه قانونه، قانون دادن. بدهید، دادن از گرفتن فرخنده تره. بارها افراد میام میگه برادر برای من دعا کن، میگم اوکی قبلا دعا میکردم الان سوال میکنم. اوکی حالا نیازت برآورده شد بعدش چی؟ خب چی؟ میام شهادت میگم. خب بعدش فقط میام شهادت میگم که خدا به من داد. حاضری به دیگه بدیم؟ میگه آره برادر من به چند نفر کمک میکنم. خب به کی کمک میکنی؟ میگه اینا نامزاد دارم تو ایران کمکش میکنم. گفتم اونم ندی دیگه هیچی، طلاقت میده. هنر کردی خدا به تو داده، به نامزاد داره پول میده. آره مامانم هم در واقع یه جای کار میکنه، یه مقدار پاش درد میکنه، یه جای کار میکنه، یه بیمه بازنشستگی هم داره، سهم بابام هم میگیره، یه چی هم من بهش میدم. گفتم گل پسری تو، خدا رو شکر داری به دیگران میدی، اما منظور از دیگران این نیست که تو جلال بیابی در مقابل خانواده‌ات. آمین که باید بدی، آمین که در واقع، اما خداوند و قلب من ورای خانواده من، خانواده من قصیر کن، ظرفشون رو پر کن که حالا از خانواده من بریزه بیرون، همسایه همسایه هم پر بشه بریزه به بیرون. آمین. بره اون برتر. دیدی این ظرفایی که در واقع یه حوضای جدید، جدیدم که نیست، آب از اونجا میاد بعد میریزه روی این، بعد اینجا پر میشه میریزه روی این، بعد میریزه اینجا میاد پایین، بعد همینجا جاری پیدا میکنه. این یه نمونه عالیه از یک ایماندار که از بالا میگیره به پایینی، به پایینی و به پایینی و بعد تازه جاری هم میشه. آمین. اما این آب از کجا میاد؟ همیشه میگی آب بالایی از کجا میاد؟ دقت کردی؟ میگه به جایی واسه نیه، چطوری میاد؟ این همون آبی که میره خداوند دوباره برش میگردونه با فشار بیشتر به زندگی خودت، با یه قوت بیشتر به زندگی خودت برمیگردونه. آمین. پس در واقع مس نیازهای تو رو برداشت. سومین خاصیت قدرت و مس اینه که ما را از دشمنان رو محافظت میکنه. مزمور 89 آیه 20 تا 22 صحبت از این میکنه. بنده خود داوود را یافتم و او را به روغن مقدس مس نمودم. بنده خود داوود را یافتم و او را به روغن مقدس خود مس کردم که دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید. آیه 22. دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم به او اذیت نخواهد رسانید. آمین. میگه کسی رو که من مستش میکنم، پسر ظلم و قدرت‌های تاریکی بر او قدرتی، پس مس محافظت میاره.
شخصی که دائم میگه بابا زدن کشتن بردن دیوا میان تو خونه راه میره تردد انجام میدن ظرفامو میشکنن میشورن نه نمیشورن معمولا میشکنن خب و این نشون دهنده که احتیاج مسی نیست چون جایی که مس باشه کلام خدا میگه من داوود رو مس کردم هیچ قدرتی ظالم و پسر ظلم به اون نمیتونه اذیت کنه اینو من به شما بگم کسی که مس خدا رو داره قدرت‌های تاریکی روی هیچ کاری نمیتونن بکنن ممکنه سرعتشو بگیرن ممکنه در نهایت مثل عیسی پاشنه وی را بزنن اما او سرشون رو خواهد زد ممکنه در واقع یه مقدار اختلال در حرکت انجام بدن اما کار اساسی نمیتونن انجام بدن پس این شفاعت‌دهی راجع به چیه ما داریم کمک میکنیم که مردم حقیقت رو بشناسن حقیقت اونا رو آزاد کنه کلام خدا رو بشناسن حق و حقوقشون در عیسی پیدا بکنن که ما کی هستیم خدا چی برای ما میخواد و کسی که مس خدا رو داره شیطان بر او قدرتی نداره ما داریم کمک میکنیم آدمایی که ضعیفن آدمایی که هنوز مس ندارن آدمایی که هیچ چیزی نمیدونن یا در واقع تو از شروع کردن اونها رو کمک میکنیم که در نهایت باور کنن که خدا اونها رو مس کرده کسی که دنبال مس خداست کسی که چرب و چلیبه در واقع میگم مثل ماهیه که تازه از میگیری دستش در میره ایمانداری که چربه شیطان نمیتونه بگیره دستش در میره سر میخوره نمیتونه به تو کاری بکنه این خاصیت مس ولی اگه مس نباشه بله میاد اذیت میکنه خیلی کارها میتونه انجام بده جالبه تو مزمور 23 وقتی صحبت میکنه میگه در حضور دشمنانم دشمنان میتونه زمینی باشه میتونه قدرت تاریکی باشه میگه در حضور دشمنانم در حضور دروازه های جهنم تو برای من سفره‌ای مهیا میکنی آسمان سوم روی آسمان اول برای تو سفره‌ای مهیا میکنه جلوی آسمان دوم که قدرت های تاریکیه میگه در حضور دشمنانم سفره‌ای برای من میگسترانی میدونیم اینجا صحبت از شبانه و گوسفند هاست که میگه خداوند شبان منه. داوود داره صحبت میکنه که خداوند شبان منه. من شبان گوسفند هام اما خودم هم یه شبان دارم که خداوند شبان منه. و میدونی درباره این صحبت میکنه که من در مرتبه سرسبز نزد آبهای روان از دره تاریک موت برم از بدی نخواهم ترسید بعد میرسه به سفره و از سفره میاد در حضور دشمنانم. و بعد ادامه میده میگه سر مرا به روغن مس کردی. خودش همچون گوسفندی میبینه که زیر دست حمایتگر خداوند در محافظته این آیه رو وقتی یه یهودی گوش میکنه براش این تداعی میشه که در گذشته وقتی یه چوپان میومد گلش رو برمیداشت میبرد تو بیابون بیابونهای اسرائیل و خیلی از بیابونها مار رو در واقع حیوانات خزنده وجود داره و در واقع دائم میتونن این حیوانها رو گاز بگیرن و حیوانات در واقع نیش بزنن از اونجایی که در واقع گوسفندا همش پشم دارن و هیچ ماری نمیتونه به چی حیوانی که پشم داره در واقع بخواد زهری رو بزنه یا در واقع نیشی رو بزنه تنها جایی که باقی میمونه صورت گوسفنده زمانی که داره علف میخوره بخواد اون رو بزنه چون اینجا مو کمتری داره راحت‌تر میتونه اینجا رو نیش بزنه و معمولا بینیشون رو یا در واقع گونه‌شون رو نیش میزنه و این گوسفند ممکنه بیفته و بمیره و به همین دلیل چوپان ها می آمدن چه کار میکردن؟ از روغن زیتون میگرفتن میریختن رو سر گوسفنده تا صورتش تا اینجاش که گوسفند وقتی رو زمین داره حرکت میکنه مار که از روغن زیتون بدش میاد و از بوی روغن زیتون بدش میاد فرار میکنه و چوپان ها در واقع می آمدن اینجاها رو مس میکردن که این گوسفند ها وقتی دارن در آرامش چیزی میخورن در امنیت باشن سر مرا به روغن مس کردی کسی که مسیح داره شیطان بهش قدرتی نداره وقتی روغن روح خدا رو سر تو شیطان چه کار میتونه به تو بکنه کلام خدا میگه رئیس این جهان میاد بله میاد شیطان میاد برای این دنیا خداست برای من هیچی نیستی تو چون خداوند من ادونای من عیسی مسیح زنده است تو برای این دنیا خدایی برای من هیچی نیستی توی زیر پای خداوند من هستی سرت کوبیده شده برای این دنیا قدرت داری برای من هیچی نیستی من یه قدرت میبینم و اونم قدرت خداوندم عیسی مسیحه و وقتی روغن رو سرت باشه به عنوان اون گوسفند مرتع خداوند شیطان هیچ قدرتی بر تو نداره و نه فقط تازه سرت رو به روغن مست میکنه میگه کاسم رو لبریز میکنه یه جاهایی از یه زمانی هست میخوریم یه جاهایی هم میبریم وقتی می در حضور خدا اول سرت رو به روغن مس میکنه حالا امروز نبرید امروز بذارید امروز بخورم میگه خودش گفت برادرسی من گفت ببرید اوکی
یه جایی هست در حضور خدا میام استراحت میکنیم و سرمون به روغن مس میشه، آمین، قوت میگیریم. یه جایی هم خدا ظرفای ما رو پر میکنه، میگه حالا ببرید. برای کی ببرم؟ برای اهل خانواده‌ات، برای همسایه‌ات، برای پدر مادرت، برای سرزمینت، برای ایران ایرانی، برای کسایی که بهشون زنگ میزنی. اونها هم احتیاج به روغن دارن، روغن ندارن، اما ظرف تو از روغن پره. آمین. سال 2020 برای تو سالی باشه که ظرفی رو که اینجا قطره قطره روغن جمع میکنی رو برای اون برای سال استفاده بکنی. آمین. اشیا 21 آیه 5 و 6 میگه که سفره رو مهیا کنید، فرش ها رو بگسترانید، بخورید و بیاشامید، ای سروران و شاهزادگان برخیزید و سپرهای خود را روغن بمالید. سپر پیغام جنگه، میگه سروران بلند شید، بخورید و بیاشامید، فرش قرمز پهن کنید. برای چی؟ ما هنوز جنگ نکردیم. خب اگه تو این جنگ اتفاقی بیاد ما به بازی، میگه نه 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 نه، این جنگ از قبل نتیجهش معلومه، چون که تو مستایی، چون که سپر تو روغن داره. سپر ایمان، وقتی کلام خدا میگه اسلحه جنگ روحانی، میگه کلاه خود نجات، نعلین انجیل، این و سپر، این سپر ایمان من و تو، میگه ایمان تو مس کن، تیرهای آتشین شیطان به تو هیچ آسیبی نخواهد رسید. کلام خدا میگه دیگه، تو افسیان باب 6 اسلحه تام بپوشید، میگه تیرهای آتشین شیطان، اسلحه تام خدا رو بگیرید تا تیرهای آتشین شیطان به شما آسیب نخواهد رسید. سپری که روغن روح خدا روشه، شیطان هیچ قدرتی بر اون نداره. پس مستور محافظت میکنه از قدرت های تاریکی. دیگه نگران نیستی که با دو قدرت داری بخوای بجنگی، چون که مست خدا خودش رو محافظت میکنه. آمین. و چهارمین، قدرت مست میتونه زندگی تو رو شفا بده. در لوقا باب 10 آیه 33 به بعد راجع به اون سامری نیکو صحبت میکنه که میگه وقتی دید یه شخصی افتاد در از اورشلیم راهی اریها بود، دوچار دزدان باجگیران شد، زدنش، اوریان نیمه مرده روی زمین، کاهنی رد میشد، لاوی رد میشد، هیچ محل نداشت تا اینکه سامری رسید و اون سامری میگه نزدیک شد، دلش به حال اون بسوخه، یه چیزی میگه، میگه شخص در حال مرگ بود اما بر او شراب ریخ، بر زخمای او شراب ریخ و بر این شراب روغن ریخ و زخماشو بست و او رو بلند کرد. روغن مس شفا میاره. وقتی دلت غمگینه و زخمیه، کسی که دیگرانو میبخشه، به خون عیسی میبخشه، چون که میدونه خون خودشو بخشیده و به خون عیسی دیگرانو میبخشه، که خون عیسی رو خودش بیاد، پشت این خون روغن میاد و روغن قلب زخمی تو رو، زندگی زخمی تو رو شفا میده. ما بدون روغن روح خدا نمیتونیم شفا بیابیم، پس روغن خدا شفا میده. و پنجمین و آخرین قسمت رو بگم و بعد دعا کنیم که ظرفاتون پر از روغن سال 2020 رو شروع بکنیم. قدرت و مس خدا ما را تر و تازه نگه میداره. به همین کلام خدا در جامعه میگه که روغن از سر تو کم نشود و بعد در خود جامعه میگه که نگذار مگس ها روغن تو رو متعفن کند. اما با آیه مزمور 52 آیه 8 آیه رو به اتمام میرسونم، میگه اما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم. من مثل زیتون سبزی در خانه خدا هستم. زیتون خوش نیستم، زیتون سبز هستم در خانه خدا، در حضور او مس میاد، در حضور او. مزمور 1:1 میگم چون درختی که نزد آبهای جاری کاشته شده، مس از حضور خدا و خانه خدا میاد و درخت زیتون تو همیتون میتونه سبز باشه. من نمیخوام خدای نکرده کسی رو زیر سوال برم برای رفتن و نرفتن به کلیسا، اصلا موضوع من این نیست، اما حضور خدا رو تو باید یا در خونه تجربه کنی یا در جماعت کلیسا. بخاطر یه جایی تو احتیاج داری که این حضور رو تجربه کنی، سر تو به روغن مست بشه، درخت زیتون تو سبز بمونه. یه درختی هستیم اما یه میوه میدیم، زیتون میدم، روغن دارم یا ندارم.
پس واقعا به عنوان یه مسیحی نگاه میکنیم، مسیح ما مسیح خسته، مسیح درمانده، مسیح ناامید، مسیح که از 100 تا دعایی که میکنه حداقل 95 تا شنیده نمیشه، اون 5 تا هم یکی دیگه براش دعا کرده شنیده شده. خب این مسیح خشکه، این مسیحی حال نداره، این مسیحی قدرتی ازش نیست، این مسیحی کبریت بی خطر برای شیطان. معلومه به این مسیحی شیطان حمله میکنه و او رو در و داغون میکنه، معلومه کابوس ها و در واقع عذاب ها بهش میده، اما درخت زیتون سبز. تازه اگه یه جور دیگه هم نگاه کنید، داشتم نگاه میکردم به این، ما میدونیم زیتون وقتی تازه است سبز رنگه، اگه ولش کنی بمونه سر درخت سیاه میشه. برای من یه سمبولی از این داره که نه فقط سبزه بلکه زیتونش تازه است، مستی تازه داره، مستش مونده نیست، مستش مونده سر درخت نیست، مست تازه داره، زیتونش هم سبزه، نه فقط درختی سبزه، زیتونش هم سبزه. و این زیتونه که در واقع روغن مرغوبی به بار میاره. باشه که به نام مسیح، خداوند از طریق این مسی که امسال جمع کردید، از طریق این رداهایی که شنیدید، از طریق این فصلهای خدا که شنیدید، از طریق این قدرت خون عیسی که شنیدید، از طریق این پیغامهایی که امسال شنیدید، ایلیاها بلند بشن، الیشاها بلند بشن، کالیبها بلند بشن، یوشاها بلند بشن، مردان و زنان خدا بلند بشن، نه خادمینی که فقط ردای دومو دارن، مردان و زنان خدا که ردای سوم، ردای ایلیایی، ردای مس مضاعف، روغن مضاف، روغن لبریز، روغنی که با آیات و معجزات، روغنی که سرش نه فقط چربه بلکه ظرفش هم لبریزه. میخوام سرپا بیستیم و با هم دعا بکنیم. خدا چنین مردان و زنانی را طلب میکنه. به طور خاص میخوام دعا بکنیم برای سرزمینمون. ما امروز اینجا هستیم که جشن بگیریم، اما در جشن هامونم باید، عیسی فقط برای من و تو نیومد، عیسی برای جهان اومد، عیسی برای ایران هم اومد. باور دارید که عیسی برای ایران اومده؟ سرزمین ما هم یه سهمی از این دنیا داره. اگر خدا جهان رو محبت کرد، ایمان دارم سرزمین ما رو هم داره محبت میکنه. دلیلش چیه؟ اینکه امروز تو رو محبت کرد. آیا تو امروز مورد محبت خدا نیستی؟ توی که امروز عیسی رو داری، آیا محبتی رو که خدا به جهان کرد سهم شامل حال من و تو ایرانی و فارس زبان شد؟ آمین. که به نام عیسی مسیح، خداوند دعایی رو که امروز میکنیم رو بشنوه. هللویا. به نام عیسی مسیح خداوند، سرزمین ما رو تفقد کن به قدرت نام عیسی مسیح. هر قدرت تاریکی که با تمام تجهیزات و قدرت‌ها و سلاح‌هاشون دارن بر ضد افرادی که ایستادن که فقط حقشون رو میخوان مبارزه میکنن، به قدرت نام عیسی مسیح سلاح‌هاشون بشکنه. به نام عیسی مسیح قلب‌هاشون رو لمس کن و وجدان خوابیده‌شون رو بیدار کن که اسلحه‌هاشون رو به زمین بگذارن. دعا میکنم به نام عیسی مسیح هر اسلحه‌ای که بر ضد این مردم دراز میشه کاری نخواهد شد و هر زبانی که بر ضد اونا، هر پرونده سازی بر ضد اونا جواب نده. دعا میکنم به نام عیسی مسیح که محافظت کن این جوانهایی که بلند میشن خداوند و میایستن تا حقشون رو بگیرن، میایستن خدا اعتراض بکنن به آن چیزی که ظلم و ستمه، به نام مسیح محافظتشون کن. ما اونجا نیستیم خداوند، اما به نام عیسی مسیح هر قدرت تاریکی که بر ضد اینهاست، هر قدرت مامون که بر ضد اونهاست، از طریق فشارهای اقتصادی و مالی داره مردم رو به زانو میزنه، به نام عیسی مسیح این قدرت مامون رو میشکنیم. به نام مسیح هر قدرت تاریکی که بخواد بر ضد این مردم بیسته و نخواد حقشون رو بده، به قدرت نام عیسی مسیح باطل میکنیم. به نام عیسی مسیح هر قراردادی که دارن میبندن و سرزمین ما رو میفروشن، از خلیج فارس گرفته، از کیش گرفته، از خزر گرفته، به قدرت نام عیسی مسیح خداوند تمامی قراردادها رو باطل اعلام میکنیم. به قدرت نام عیسی مسیح خداوند یک وجب از این خاک رو دشمن نخواهد گرفت و از گلوش پایین نخواهد داد، بلکه همش پس خواهد اومد. به نام عیسی مسیح محافظت کن از وجب به وجب این خاک، از تمام مرزهای سرزمین ما محافظت کن که خداوند این نقشه ما کوچک نشه. خداوند نمیخوایم بزرگش کنیم، نمیخوایم حق کسی رو بگیریم،
آنچه که در گذشته رفته رفته، اما آنچه که هست به نام عیسی مسیح استوار و پاورجا باقی بمونه. به نام عیسی مسیح هر چیزی که دزدیده شده برگرده، هر چیزی که از اون دریاها دارن میدزدن، از کفش و ماهیاش و هر چیزی که درونش از جاندار و غیر جاندار رو دارن میبرن، به نام عیسی مسیح برگردون. به این سرزمین خداوند رو برگردون. ثروت های دزدیده شده برگردون. تمام بانک هایی که خداوند اموال دزدی رو دارن محافظت میکنن در خارج، به قدرت نام عیسی مسیح، به طریقی که تو میدونی خداوند و ما نمیدونیم، همش به این سرزمین برگرده. به نام عیسی مسیح دست دشمنان این سرزمین رو کوتاه کن. تمام قدرت جادوگری و فالگیری و هزار ارواحی رو که قدرت‌های تاریکی نشستن، سران نشستن، جادوگری میکنن، فالگیری میکنن، بر ضد مردم توطئه میکنن، با دنیای تاریکی در واقع مراوده دارن، به قدرت نام عیسی مسیح اونها رو دچار گیجی و منگی و خداوند سردرگمی کن. روح فریب در خودشون بیافته، به جون خودشون بیافتن. به نام عیسی مسیح خداوند از خانواده هایی کسایی که عزیزانشون از دست دادن خداوند مراقبت کن و تسلی بده. به نام عیسی مسیح خداوند میله های فولادین زندان ها فرو بشکنه. و به نام عیسی مسیح زلزله‌ای به وجود بیاد که خداوند این جوان ها بیان بیرون، این مردمی که زیر ظلم و شکنجه و آزار هستن بیان بیرون خداوند. مردمی که خداوند رفتن حقشون رو بگیرن، تو زندان ها بهشون تجاوز میشه، به قدرت نام عیسی مسیح شفای تو بر قلب خداوند زخمی اونها جاری بشه. به نام عیسی مسیح خداوند سرزمین ما سرزمین جوانیه، مواظبت کن خداوند. اینها یک روز برای تو خادمین و خداوند و رسولان قوی خواهند بود، انبیای خواهند بود خداوند، مبشرین خواهند بود. در نام عیسی مسیح خداوند خون تو رو بر این سرزمین میپاشیم. باران رحمت تو بر این سرزمین بریزه. به نام عیسی مسیح خداوند داوری کن هر ظلمی رو که بر این سرزمین هست. حق خداوند و بیوه زن و حق مرد تنهای پیر و حق جوان بیکار و حق خانواده زیر ظلم رو، حق بچه های کار رو به نام عیسی مسیح از دهان ایران بیرون بکش. وجدان مردشون رو بیدار کن. اونهایی که فکر میکنن کار درستی دارن میکنن، خداوند وجدانشون رو بیدار کن. نکنید، این ظلم آتش شما را خواهد گرفت. پیغام یونس و به نینواست که توبه کنید قبل از داوری خدا، وگرنه داوری سنگینی در پیش روی شما خواهد بود. خداوند این قوم را بلند خواهد کرد، آخرش از اولش بهتر خواهد کرد، اما وای بر شمای شریران، وای بر شما که چشمان خود را بستید و قدرت تاریکی و دیوها رو شما کنترل میکنن، دیوزده هایی که هیچی نمیبینید و مردم بیچاره رو همچون کسایی میبینید که در واقع رفتید برای شکارشون. خداوند دل سنگی رو از این آدم ها بردار و دل گوشتی بهشون بده. خداوند به نام عیسی مسیح تجمعی که خواهند شد، خواهش میکنم یه چتر نجات روی مردمی که برای اعتراض میرن بکش. در دنیای روحانی به نام عیسی مسیح هر قدرت دیوی که بخواد بر ضد اونها عمل کنه، قدرتشو میشکنیم و میبندیم. و هر اسلحه جسمانی و روحانی که بخواد بر ضد این مردم قد علم کنه، به نام مسیح باطل اعلام میکنیم. خداوند خون تو رو بر کسی که به خیابون میاد و اعتراض میکنه میپاشیم. چتر خداوند محبت تو و علم پیروزی تو رو به دست اونها میدیم. به نام عیسی مسیح خداوند ناله های این مردم رو بشنو و شفاعت رو جاری کن. آزادی رو خداوند اعلام میکنیم به نام عیسی مسیح. خداوند دانشگاه های ما رو از جهل آزاد کن، مدارس ما رو از خداوند بیخیالی و جوان ها از ادامه تحصیل خداوند بیخیالن آزاد کن. به نام عیسی مسیح خداوند هر قدرتی که داره مردم ما رو در گناه و بدبختی و فحشا و جادوگری و مصیبت گرفتار میکنه رسوا کن خداوند. روح اعتیاد از سرزمین ما بشکن، روح فحشا رو بشکن، روح دروغ رو بشکن، روح فریب رو بشکن، روح ظلم رو بشکن، روح دزدی رو بشکن، روح فقر رو بشکن به نام عیسی مسیح.
نوبتی هم باشه، زمان تفقد سرزمین ما رسیده. خداوند سرزمین ما رو تفقد کن، بر این سرزمین رحم کن خداوند. یک زمانی خداوند این اروپا همشون بت می‌پرستیدن، اما خداوند تو این سرزمین رو نجات دادی. امروز درست سرزمین ما در بت پرستیه، اما خداوند دلت به حال این مردم بسوزه. حتی به عنوان خداوند اون سامری نیکو نگاه کنیم، شاید اشتباه از اون خود شخص بود، رفت زدنش، داغونش کردن، دزدیدنش. خداوند سرزمین ما مثل اون شخصی میبینم که هیچ کس خداوند وقتی بهش نگاه میکنه، نه لابی، نه کاهن، نه شریعت، نه مذهب، نه دولت‌ها، نه حقوق بشر، هیچ کس محلش نمیذاره. اما دل توی خداوند برای اون سوخت، نزدیک شدی به سرزمین ما، نزدیک بشو، شراب رو بر سرزمین ما بریز و روغن رو بر زخم‌های پیکره این سرزمین بریز و زخم‌های رو ببند. و اون خداوند سرزمینی که حال نداره حتی بلندش راه بره، خداوند تو او رو حمل کردی به نام عیسی مسیح. بر این سرزمین افتاده، اوریان نیمه مرده، رحم کن و شفاتو بریز به نام عیسی مسیح. با شکرگزاری می‌طلبم. آمین. 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 هللویا. آمین. بفرمایید عزیزان بشینید، ما بقیه جلسه رو به همسرم می‌سپارم، روزیت جان، برای ما بقیه برنامه که در پیش رو داریم. مجددا خوش آمد میگم به عزیزانی که شاید در طول برنامه به جمع ما پیوستن و شما عزیزانی که از راه دور مهمان خانه خداوند هستید. کریسمس بر همه شما عزیزان مبارک باشه. شالوم خداوند با تک تک شما عزیزان باشه به نام مسیح. نوبتی هم که باشه، نوبت بچه های گلمونه، نه؟ بچه های ما کجا هن؟ خوشگلا. یه برنامه ای دارن و کلی زحمت کشیدن براش. امسال قرار بود بابا نوئل بیاد ولی بلیط گرون بود، ویزا بهش ندادن، گوزش هم آنفلانزا گرفته بود، نتونست بیاد. ولی خب ما بچه ها رو فراموش نکردیم. کنجکاویم ببینیم بچه های گلمون چه برنامه برای ما دارن. من ایمنده شدم. ای جانم. من ایمنده شدم. چقدر سخت منو نخورمش. من پپسی. سلام ایلینا. حالت خوبه؟ من خوبم. من خوبم. تو خوبی؟ آله. میدونی چی؟ من ایماندار شدم. هللویا. هللویا. فقط من میدونه مشکل دارم. من نمیدونم آدم چطور دعا میکنه. تو واقعا نمیدونی آدم چطوری دعا میکنه؟ نه، من چو تلویزیون دیدم و اخبار دیدم و نیده بولی بودی پدقی تا دلست میگن. اوکی. تو میدونی آدم چطوری دعا میکنه؟ آره، من میدونم آدم چطوری دعا میکنه. میتونی به من بگی؟ آره. اوکی، اول سرم با دستمون بالا، بعدش خدای ما خیلی بزرگه، بعدش برکت ها رو به ما هدیده، برکت بده. بله، دستاتو یه توی میگی بشکی به من بده، به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 بده. آره همینطوری، آره همینطوری تمرین کن تا یه شنبه همدیگر رو میبینیم. خدافز.
به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 به من بده 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 سلام پرسیس سلام ساینا حالت خوبه؟ من حالم خوبه تو چی تو لحالت؟ من حالم آن خوبه چی کار میکنی؟ من داشتم اینجا دعا میکردم اجولی دعا میکنی؟ آله ایلینا با من اینجا گفته دعا کنم اجولی نمیشه آخه پس اینش دعا بود تو میدونی چی جوی آدم دعا میکنه؟ آله من میدونم اول باید فکر بکنی ما لخدای خیلی بزرگ داریم و بعدن ما اینقدر کوچیک هستیم اینقدر یا اینقدر بعد اجولی کنی و بگی کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن این خوب میکنی آخر اگر بلفتی لو زنوات باید خیلی دادت بگیره کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن آله این خوبه ما یک شنبه خودمون میبینیم کمکم کن 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 او سلام لایا سلام پرسیس حالت خوبه؟ آره حال من خوبه چیکار کنی اینجا؟ داشتم یه ذره دعا میکردم منظورمه که زیادی دم دعا میکنم پس این توی دعا نمیکنم پرسیس اگه این اشتباه است تو میدونه آدم چجور دعا میکنه؟ آره من میدونم پس میتونی به من بگی؟ آره میتونم اول اینطوری کن الان مثلا کنار ما یه خدای خیلی 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 بزرگه بعدشم چون که ما توی جنگ هستیم باشم الان باید اینطوری باشم میپر میگی جنگ جنگ یکم قبلی تر جنگ آره خوبه تا یک شنبه خدافظ خدافظ جنگ به من بده 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 کمکم کن کمکم کن کمکم کن کمکم کن جنگ به من بده 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 جنگ سلام پرسی سلام منوشا تو خوبی؟ بله تو هم خوبی؟ آره اینجا داری چی کار میکنی؟ جنگ این چیه؟ جنگ اینو کی بهت یاد داده؟ لایا خانوم خب من میفهمم اون هنوز نمیدونه چی جی دعا کنه هنوز بیبی کریست هست بلد نیست دعا کنه پس اگه این همه چیزی اشتباه بود تو میدونی آدم چی جی دعا میکنه؟ بله میتونیم با من بگی؟ بله اول میتونی که ما یه خدای خیلی بزرگ داریم این پدر ماست بعد همینجوری تو داری با من حرف میزنی میتونی با خودم حرف بزنی اینقدر آسونه نمیدونستم اینقدر آسون است ولی الان میدونی میتونی با من انجام بدیم؟ بله
امروز در شهر داوود نجات دهنده متولد شده، مسیح خداوند. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. سایه مسیح شاه شاهان آمد به جهان تا شود ما را ناجی. عیسی مسیح شاه شاهان آمد به جهان تا شود ما را ناجی. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد شادی و سرور است چون که میلاد مسیح موعود است. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. در آخری پس به دنیا آمد، تخت سلطنتش در قلب های ما نست. بیایید با من به سرایی، پادشاه جلال را به ستایی. سرور سلامتی شاه شاهان تولد یافته. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. ای دوستان وقت شادی و سرور است چون که میلاد مسیح موعود است. تولد 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 اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد.